صدها تن از باشندگان چمن پاکستان از یک هفته به این سو در اعتراض به تصمیم پسین حکومت پاکستان مبنی بر الزامی بودن داشتن پاسپورت برای رفت و برگشت از گذرگاه سپین بولدک تحسن کردند. شماره از این اعتراض کنندگان در واکنش به این تصمیم پاکستان امروز پنج شنبه راهپیمایی کرده و این تصمیم را نکوهش کردند. پاسپورت ختم کاغذی تسکرب افغانیان رو راولی پر پاکستانی شناخته کارت با پاکستانی رو راولی زموج تجارت دی، زموج بارډر دی، زموج په عربونو پیسې په بارډر کې پساو دي، زموج په عربونو جایدادونه پساو دي، خلک دې مزاق نه کوي. سکره شناخته کارت او بل افغانان ورونه دا کم کډیوال دا که په خپله خوشي کړو هغه اعتراض نسته، په زور باندې موږ د چا زور نه منو. مخه ویل کاغذي تذکرې موږ منو، د مجاهدین سره اوکې وکړه، بیرته پر خبره دی نه دي ولاړ. وزیر اطلاعات چمن پاکستان اما میگوید که پاکستان به علت رفت و برگشت آزاد از گذرگاه سپین بولدک با تهدیدات امنیتی روبرو است. او ادعا میکند که از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون شهروندان افغان در 14 رویداد امنیتی در این کشور دست داشتند. اکنون راه سپین بولدک برای پاکستان یک تهدید است، چون همه روزه تا 15,000 تن از آن رفت و برگشت می کنند. بر پیشانی هیچ کس نوشته نیست که کی فرد خوب و کدام یک حراس افغان است. متاسفانه باید بگویم که از آغاز سال 2023 میلادی تا اکنون 20 حمله انتحاری شده است که 14 حمله کننده ربط مستقیم با کشور همسایه ما افغانستان داشت. اما سخنگوی امارت اسلامی در گفتگو با تلو نیوز ادعای وزیر اطلاعات چمن را رد می کند و ناامنی ها در پاکستان را چالش داخلی آن کشور می داند. دا پکلا کرده بود. افغانان سپا پاکستان که وسیگی دیگه هیواد په هیچ امنیتی قضیه که لاس نلری. بلکه دیگه پل مهاجرت سپی ورزی تیری یا لکه دیگه هیواد اتبا غانده زوند کهی. حکومت پاکستان در حال این تصمیم را میگیرد که از سالها به این سو همروزه هزاران تن از باشندگان ولایت های جنوبی کشور از راه سپین بولدک با شناسنامه های دست داشتهشان به پاکستان سفر می کردند. اما پس از 10 اکتبر 2023 میلادی تنها کسانی از راه این گذرگاه به پاکستان رفته می توانند که پاسپورت و ویزا داشته باشند.